وقتی در سال 2020 خمزد به طور انفجاری وارد UFC شد و 3 فایت متوالی در عرض 2 ماه انجام داد، همه نگاه ها را به سمت خود جلب کرد. تقریبا همه او را توقف ناپذیر می دانستند که به یک باره اسیر کوید 19 شد و 2 مبارزه مهم با لئون ادواردز را از دست داد. شدت بیماری به حدی بود که تقریبا چیمایف خود را بازنشسته تصور می کرد. حتی او از صفحه اینستاگرامی خود بازنشستگی خود را هم اعلام کرد و همه ناامیدانه شاهد غروب ستاره تازه وارد UFC بودند. اما بعد از مدتی چیمایف رو به بهبودی رفت و او طی ملاقاتی که رهبر چچن داشت دوباره تصمیم گرفت پا به 8 زلی UFC بگذارد. خمزد در یک مبارزه یک طرفه خیلی راحت مبارز چینی را بیهوش کرد و در ادامه این روند را ادامه داد تا گیلبرت برنرز، کوین هالند، کامر عثمان را از پیش رو بردارد. اما چندی پیش شوک بزرگی به UFC وارد شد و مبارزه بزرگی که قرار بود 22 جوان بین خمزد و رابرت ویتاکر صورت گیرد به دلیل بیماری خمزد کنسل شد، که معلوم شد هنوز بیماری دست از سر گرگ چچن بر نداشته و او را مجبور به بستری شدن در بیمارستان کرده است. گویا خمزد در اثر بیماری کوید 19 که سال 2020 با آن درگیر بوده است، آسیب جدی به ریه‌های او وارد شده و در قسمت زیادی از ریه‌های او هنوز مشکل وجود دارد. خمزد که همکنون 13 پیروزی بدون شکست در کارنامه خود دارد، کسی بود که در صورت برد مقابل رابرت ویتاکر بیشترین شانس تایتل شات را در میان وزن داشت. حالا که خمزد به این مبارزه در عربستان نرسیده، مبارزه جایگزین حریف پیشین خمزد، اکرام الیسکروف، به عنوان مبارزه جایگزین وارد قفس خواهد شد. رکورد اکرام 15 پیروزی و 1 شکسته که تنها شکست او مقابل خمزد با ناک اوتی بوده است. منتظر خفن‌ترین کلیپ‌های رزمی باشید. سابسکرایب کنید تا این ویدیوهای جذاب رو از دست ندید. متشکرم.